اینجا ایران شهر است، سرزمین خورشید. فرزندی در همین شب زاده خواهد شد که آسیا را بگیرد، جهان را بگیرد. باید می رفتم تا فرزند ماندانا را بیابم، نگه دارم و بیاموزم. در کتاب شاهان ایران این آینده را خوانده بودم. سرباز و سگ، برف و بوران در پیش بود و سرنوشت جهانی در دستان او. کوروش آمد آمد بهار بود. بامدادان خورشید از خاور برخاست و خروسان گلگون کاکل آواز سر دادند. در نیایشگاه مهر ایستاده بودم و چشم دوخته بودم بر ایران کوچک خیش که نهان داشتم از دیگران. اینجا ایران شهر است، بهشت پر اردی بهشت و جان جهان. و در دل ایران شهر سرزمین سرسبز پارس است. ایران شهر که سرزمین اسب ها بود و عرابه ها، سرزمین ماه و مهر و ناهید. و این سوی دیگر، اینجا سرزمین ماد است. لاله در لاله در لاله. و داستانی که من برانم تا برایتان باز بگویم، می آغازد از این شهر باشکوه، پای تخت ماد، شهر حکمتانه. اینجا که من ایستادم سرزمین انیران است. انیران، دشمنان ایران، مساگت ها. آن سوی رود زیبا و پرخروش جیهون دیار مساگت ها بود. مردمانی تیرانداز، سوارکار و جنگاور. آنها روزگاری از ما بودند، اما از ما جدا شدند. سپس بر ایران یورش آورده و بخشی از ایران را گرفته بودند. چون به ایران یورش آوردند، مرا نیز اسیر کردند. من برده آنان شدم. ما را به شهر آوردند در بند و زنجیر. بسیارانی را کشتند و چه بسا زنانی که به کنیزی بردند. شانس اما با من یار بود که وزیر بزرگ مرا بین اسیران شناخت و زنده موندم. او به ملکه مساگت گفت: این مرد نامش هرمزد است، دانای دانایان است و فرزانه فرزانگان ایران.
آموزگار شاهزادگان بوده و مغ بزرگ نیایشگاه. دانش او ما را به کار می آید. چون این بود که در کتابخانه پادشاهی به کار داشته شدم و نیایشگاه خرم‌بهار را آبادان نگه داشتم. من اسیر آنان بودم و چشم به راه روزی که نسیم آزادی بوزد و رها شوم. اگر بدانید که آن هنگام که آنها کتاب خانه های ایران شهر به آتش کشیدند، من چگونه در غاری پنهان در این نیایشگاه 1001 کتاب از 1001 فرزانه ایرانی را که نهان کرده بودم آنقدر خواندم تا در سینه من ماندگار شد و سینه من شد گنجینه فرزانگان زمین؟ من کتاب شده بودم. من 1001 کتاب بودم از 1001 فرزانه. من گنج دانایی و فرزانگی ایران شده بودم. آنها کتاب ها را به آتش کشیدند، اما سینه مرا نتوانستند که بسوزانند. راستی داشتم چه می گفتم؟ آه چه رنج بار است که بخواهی پرده‌های زمان را کنار زنی و از دالان‌های تاریک تاریخ درگذری. بیایید، بیایید با هم برویم. آن دور، دورتر از دور. نگاه کنید. آری، آنجا تاریکی است. نترسید، بیایید. ببینید، همان شب است. آن شب شبی غریب بود. بیرون کاخ ملکه مساگت پس از آن بامداد نورانی ابرهای تیره از راه رسیدند. طوفان تنوره می کشید، غوغا و غریب باد بود و برف سنگین و صبور میبارید. پوپک ها و چلچله ها سر به زیر بال کشیده خاموش بودند و تنها سیاهی سرد قارقار کلاغ ها بود که سکوت سپید برف را می شکست. سگهای برج و باروی شهر نیز خاموش بودند. فانوسهای برج ها در باد خاموش شده بود و چون اسکلت هایی برفاجین در باد می رقصیدند. آن شب در کاخ شهبانوی مساگت
غوغایی برپا بود. چه خبر شده بود؟ این همه رفت آمد از برای چیست؟ باید می دانستم که چه خبر است. پس از میان دهلیزهای تاریک و تو در تو و به دور از چشمان شعله‌ور مشعل قراولان و سربازان، آهسته و نهان خود را به پشت پرده مخمل تالار کاخ رساندم. سران و سرداران همه آمده بودند، رامشگران در کار نواختن و دستفشانی بودند و ساقیان سیم ساق جام باده میگرداندند. وزیر بزرگ بر بالای تالار ایستاده بود، چند پله پایین تر از شهبانوی خیش. وزیر فریاد کشید: مژده دارم که در نیم شبان امشب شهبانوی ما، دخت خدای خدایان، صاحب فرزندی شده، شهزاده‌ای که نامش تمروس خواهد بود. و درباریان فریاد کشیدند: تمروس، تمروس. سپس قراولی با گرزی گران بر سینی سرخ آویزان از سقف نواخت. همه جا را سکوت فرا گرفت. و اما خبری دیگر دارم، خبری شگفت، خبری شوم، پیام آوری از گماشتگان ما از سرزمین ما آمده است و داستانی غریب میگوید. درباریان پچپچه کردن: چه میگوید؟ از ما؟ از حکمتانه؟ وای، بار دیگر جنگ؟ سربازان ما خستن. وزیر با صدایی لرزان گفت: گوی جادویی در کار است تا کار جهان بگرداند. ملکه که تا آن زمان در سکوت همه را می نگریست پرسید: چیست آن جادوی دهشتناک که شادی ما را به شومی کشانید و سور ما به سوگ نشان؟ وزیر گفت: شاه ماد آستیاک در کابوس خیش دیده است که از زهدان دخترش ماندانا درخت تاکی رویده است. آری، تاکی رویده است. ملکه از ترس بر خود لرزید: تاکی که چون مار، چونان هزار هزار کژدم، می روید و می چرخد و می بالد و تمام خاک آسیا را، تمام جهان ما را می پوشاند. و خواب گزاران مادی گفتند که از ماندانا فرزندی در همین شب زاده خواهد شد که آسیا را بگیرد، جهان را بگیرد و مردمان بر ما بشوراند. ملکه گفت: وای، بس کن، بریده باد زبانت. وزیر گفت: رگ این تاک را باید برید، این نوزاد را باید از میان برداشت. ملکه با هراس گفت: چگونه؟ زبردست‌ترین و ماهرترین جاسوس و فدایی ما، او را باید فرستاد. در نهان بانوی من، آفرین بر تو باد. پس خدایان برانند تا باکوس را بفرستی. آری، باکوس، او را روانه خواهم کرد با فرمان خدایان و با بدره‌های زر.
و آن آموزگار را که اسیر ماست او را بیاورید تا راه را به باکوس نشان دهد. او راه ها را می شناسد. نگهبانان به دنبال من افتادند، من اما شتابان کوله بار خیش برداشتم و گریختم با گنجی در سینه. می شنیدم که وزیر بانگ زد: بگیریدش، مگذارید بگریزد، هرمز را بیابید. سرباز و سگ، برف و بوران در پیش بود و سرنوشت جهانی بر دوش من. باید می رفتم تا فرزند ماندانا را بیابم و نگه دارم و بیاموزم در کتاب شاهان ایران این آینده را خوانده بودم. در آن شب باکوس را نزد ملک بردند. او به ملکه مساگت گفت: شه بانوی بانوان جهان بغدخت بزرگ، به سلامت. به فرمان بانویم می روم تا این تخم بد را بیابم و نابودش سازم. و شه بانو به او گفت: اگر مرا دوست داری، مرگ او کابین من است. باکوس سر فرود آورد و از در بیرون شد. در آن شب باکوس روانه حکمتانه شد تا آن نوزاد را بکشد و من نیز همزمان با او از دربار گریختم. اهریمن او را یار بود و اهورا مرا. انیران با او و ایران با من. دل مردم ایران در انبان من و شمشیر انیران در کف او. دو سوار سرنوشت. راه ها پر از سربازانی بود که در پی من بودند و پر از راهزن، پر از گرگ و پر از برف. در راه بارها و بارها یاران قدیم مرا پناه داده و همراه کردند تا سرانجام به برج و باروی حکمتانه رسیدیم. من و باکوس. از دور دیدم که باکوس چهره با دستار پوشانده چونان گرگی با کمند از برج و باروی حکمتانه بالا رفت. گویی کرکس سیاه مرگ بود که از بلندترین برج حکمتانه عبور کرد. در من اما این نیرو نبود. خسته و سرمازده بودم. خود را به دروازه رسانیدم. پس با موش بر دروازه کوبیدم و بانگ زدم: برف است و بوران، راه گم کردم و می دانم که مردم ماد و حکمتانه چه مهمان نوازند. راهم دهید و با گرمای آتش جانم از سرما برهانی. پارسی سخن میگویی و در این شب هول بر دروازه میکوبی و نمیدانی که سپاهیان خونریز آشوربانیپال ایلام و شوش را به آتش کشیدند؟ آنان در همین نزدیکی هستند. چگونه دروازه بکشایم؟ و من بانگ زدم: مرا نه شمشیریست و نه آتشی. دلی دارم که به سودای ایران شهر میتپد. باز کنید، باز کنید دروازه را. کوتوال در کوچک دروازه را گشود. مرا به برج بردند و شیر داغ دادند و نان تازه گندم، برفینه و گلاب و گشنیز. من از آن سوی دریای کاسپین داستان گفتم و آنها از آنچه آشوربانیپال کرده بود بر مردم غرب ایران.
کوتوال پیر برایم گفت که چگونه آشوربانیپال شهر شوش را به ویرانه تبدیل کرد و بر زمینش نمک پاشید. پیر کوتوال آرام آرام اشک ریخت و سرگذشتی درد بار را باز گفت: آری زنده ماندی تا داغ این درد را چون دوزخی بر شانه کشی. آشوربانیپال این خدای خشم و خون بر روی زمین، وای بر ما دختران و زنان ایلام را به اسارت گره، شهرها را به آتش کشی. از این پس دیگر کسی آوای شادی مردم و آواز سم اسبان را در ایلام نخواهد شنید. تا این اهریمنان زنده اند، این زندگی است که می‌میرد.